به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جا خدا وند روزی ده و رهنما به نام جهان داور دادگر همه رخش اندیشه را زین کنیم جهان را به شهنامه آذین کنیم هر آن کس که شهنامه خوانی کند چه مرد و چه زن پهلوانی کند ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از گفته باستان درود بر شما خانم ها آقایان دوستان عزیز امیدوارم هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه پیش از اون یک مطلبی رو ذکر بکنم و اون این هستش که چند روز پیش از این یعنی 12 مرداد سوم آگست اولین سالگرد سفر ابدی مرشد ولی الله ترابی بود آخرین در واقع نفر آخرین بازمانده از نسل نقالان مکتب تهران بنابراین فیلم های امروز ویدیو های امروز همه از مرشد ترابی خواهد بود یادی هم از این استاد مسلم نقالی و فنون سخنوری داشته باشیم و استاد خود من که بسیار از ایشون آموختم چه پای نقل چه پای پرده چه پای سخنوری هاشون یک بخشی از نیایش خانی مرشد ترابی رو ببینیم با هم ایان هم دارانه پر آفرین همه رخش فرخنده را زین کنید جهان را به شهنامه آیین کنید به نام جهان داور دادگر که از او گشت پیدا بگیتی هنر خداوند نام و خداوند جان خداوند روزی ده و رهنما سرمستر داستان در نظر دوستان داستان به آنجا رسید که پس از 7 سال در بدری در توران سرانجام گیو کیخسرو و فرنگیس رو پیدا کرد که در شرایط خفقان و تحت نظر حاکمیت توران یعنی افراسیاب زندگی رو سر می کردند باری بنابر وصیت سیاوش اسب او یعنی شبرنگ بهزاد رو در کوهستان پیدا کردند و آوردند چرا که راهبر کیخسرو او باید باشد هر سه به سمت ایران فرار کردند و تورانی ها هم در تعقیب اونها رودبانان رود جیهون به اینها کشتی ندادند پس کیخسرو به فر ایزدی و فر پادشاهی زد به آب چونان که فریدون فرخ و فرنگیس و گیو هم به دنبال او هر سه چونان که سوار بر دوش باد از آب گذشتند افراسیاب رسید به جیهون
با خشم فریاد زد که اینها چطور از آب گذشتند؟ باجدار یا رودبان جیهون حیران و لرزان و شگفت زده چنین داد پاسخ که ای شهریار، پدر باجبان بود و من باجدار، نه دیدم نه هرگز شنیدم چنین که کردی کسی زاب جیهون زمین. بهاران و این آب با موج تیز، چون در شوی نیست راه گریز. چنان برگذشتند هر سه سوار، هوا داستشان گفتین در کنار. افراسیاب فرمان داد کشتی به آب انداختند. هومان گفت ای پادشاه، با این سواران میخواهی به ایران زمین بروی؟ مگر از جانت سیر شده ای که میخواهی خودت را به چنگال شیر و اژدها بیندازی؟ شیرانی چون گودرز، رستم، توس و گرگین. از این روی تا چین و ماچین تو راست، خور و ماه و کیوان و پروین تو راست. تو توران نگه دار و تخت بلند، از ایران کنون نیست بیم گزند. افراسیاب و سپاهیان با خون جگر برگشتند. ببینیم گفتار اندر رسیدن گیو و کیخسرو به ایران زمین. این کمان رستمی آلنگر ابروس داری، زور گرشاسب بود یا قوت بازوس داری، یا فرامرزی که در میدان کین الکوس داری. دل برا سر وست این یا قامت دلجوست داری، سمبل تر یا شفق یا خرمن گیسوس داری. رسیدند به ایران. گیو به هر کجا پیک فرستاد که سرسلسله دوده کیقباد کیخسرو از توران به ایران رسید. فرستاده ای خردمند رو مأمور کرد، بدو گفت از ای در برو به اصفهان، همه راه تازان به نزد مهان. به گودرز گوی ای جهان پهلوان، بخفتی و بیدار بودت روان. گویا گودرز کاویانی، یعنی گودرز و به طور کلی خاندان کاوه آهنگر، ساکن اصفهان بودند. باری گیو برای پدر چنین پیغام داد که ای پهلوان جهان، تو خواب بودی و خواب دیدی، اما روانت بیدار و هوشیار بود. کنون که خسرو از جیهون گذشت و پا به مرز ایران گذارد، نامه هم برای کیکاووس شاه فرستاد. چون پیام به گودرز پهلوان رسید، ز بحر سیاوش ببارید آب، همی کرد نفرین بر افراسیاب. از آن طرف خبر به کیکاووس شاه، خروش شادی از بارگاه بلند، جهانی به شادی و رامش آراسته شد. گودرز یک تخت زر گذاشت، زرها آراسته به چندین گوهر. یک یاره یعنی دستبند با تاج و گوشوار و طوق یعنی گردنبند پرگوهر و شاهوار آراسته کرد و آماده. شهر رو آذین بستند، خیابان بندی، تاق نصرت، بزرگان، امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان، همه و همه آمدند برای استقبال. 80 فرسنگ آمدند.
چو آمد پدیدار با شاه گیو، پیاده شدندش سواران نیو. چشم گودرز پس از 7 سال افتاد به پسرش گیو، و چشمش به دیدار شاه کیخسرو روشن شد. از دیده خون گریه کرد و بسا یاد سیاوش بر کیخسرو آفرین کرد و دعای خیر گفت: ای شهریار ایران زمین، ز تو چشم بدخواه تو دور باد، روان سیاوش پر از نور باد. جهاندار یزدان گواه من است که دیدار تو رهنمای من است. سیاوخش را زنده گردیدمی، بر این گونه از دل نخندیدمی. بزرگان آمدند به خاک ساری، شادمان بازگشتند. گودرز سر و چشم گیو رو بوسه باران کرد، گفت: فرزند، گرازنده خواب و جنگی تویی، گه چاره مرد درنگی تویی. آمدند خانه گودرز، 7 شب و 7 روز به جشن و میگساری. روز 8 راه افتادند به سمت کاخ کاووس شاه. ببینیم گفتار اندر رسیدن کیخسرو به نزدیک تخت کاووس. حقیقت را بیان کنی به یزدان، والی مازندران از میکنم. به من بگو مکان سفید دیر آزندران کجا است؟ اولاس گفت: پهلوان، من از ستاره دنبال دار می ترسم. نگاه کن اون بره، نگاه کن. رستم نگاه کرد، دید یک غار، از دهنه این غار بخار میاد بیرون. گفت: اولاد چه خبره؟ گفت: شان سواردی بی به سفید 10 روز میخوره، 10 روز میخوابه. شان سواردی خوابه، اون بخار نفس دی به سفید مازندرانه. رستم گفت: به نیروی یزدان جان آفرین، اگر یزدان کمکم کرد، شیر قلاب کمر محکم کرد، آمادش هر از آنجا سوی غار دیو سفید همی رفت برسان تابند شیر. در غار پیاده به کردار دوزخ یکی قاضی، تن جادو از تیرگی ناپدید. حالا رستم وحشت میکنه تو بره، با قدم مأموریتش انجام بده. بقیه داستان در برنامه آینده. عزت قرینتون. چو کیخسرو آمد بر شهریار، جهان گشت پر بوی و رنگ و نگار. به آیین جهانی شد آراسته، در و بام و دیوار پر خواسته. چو کاووس کی روی خسرو بدید، سرشکش ز مژگان به رخ برچکید.
فرود آمد از تخت و شد پیش اوی، بمالید بر چشم او چشم و روی. جوان جهانجوی بردش نماز، گرازان سوی تخت رفتند باز. فراوان ز ترکان بپرسید شاه، هم از تخت سالار توران سپاه، یعنی افراسیاب شاه توران و تورانیان. چنین داد پاسخ که آن کم خرد، به بد روی گیتی همه بسپرد. من برای نجات جان خود، خود را به بیخردی و نادانی و دیوانگی زدم. هرچه افراسیاب برای آزمون خرد من میپرسید، با بیخردی پاسخ گفتم. افراسیاب کشنده پدر من است، اگر ویژه ابری بود در بهار، کشنده پدر چون بود دوستار. بعد داستان گیو پهلوان پهلوانان رو گفت که چطور 7 سال در بدری کشید تا کیخسرو رو در توران پیدا کرد. داستان فرارشون رو گفت و حمله پیران و سپاه توران و اینکه چون پیران خواهش و التماس کرد او رو نکشتند. و بعد داستان رودبانان رود جیهون که به اونها کشتی ندادند و کیخسرو به فر یزدان پاک زد به آب و گیو و فرنگیس هم به دنبال او از آب گذشتند. یکی کاخ کشواد بود در ستخر. کشواد از نوادگان کاوه آهنگر، ستخر هم همان استخر، از در واقع پایتخت این دوره پادشاهی. یکی کاخ کشواد بود در ستخر، که آزادگان را بدو بود فخر. چو از تخت کاووس برخاستند، به ایوان نو رفتن آراستند. گودرز با کیخسرو همراه شد، کیخسرو رو به تخت زرین نشاند. همه گردان ایران کمر بسته به شاهی کیخسرو احترام و آفرین کردند، بجز طوس نوذر. طوس پسر نوذر از شاهزادگان قدیمی است که از دوران کهن گویا همچنان چشم به تخت پادشاهی داره، یعنی اینطور به نظر میرسه، ولی هیچ وقت پهلوانها به او رأی ندادند و اون رو شایسته تاج و تخت ندیدند. گودرز خشمگین از سرپیچی طوس پنهانی گیو رو پیغام بر کرد که برو پیش طوس. بدو گفت با طوس نوذر بگوی، که هنگام شادی بهانه مجوی. بزرگان و شیران ایران زمین، همه شاه را خواندند آفرین. چرا سر کشی تو به فرمان دیو، نبینی همی فر کیهان خدیو؟ اگر تو بپیچی ز فرمان شاه، مرا با تو کین خیزد و رزمگاه. فرستاده گیو است و پیغام من، به دستوری نامدار انجمن. گیو از پیش پدر آمد پیش طوس، پیغام رو داد و به او گفت سرپیچی تو از پذیرش و ادای احترام به شاه کیخسرو کاریست اهریمنی و تو با دیو جفتی. چو بشنید پاسخ چنین داد طوس، که بر من نخوب است کردن فسوس. به ایران پس از رستم پیلتن، سرفراز ترکس منم زنجمن. همان شیر پرخاش جویم به جنگ،
همان شیر پرخاش جویم به جنگ، بدرم دل پیل و چنگ پلنگ. همی بر من آیین و راه آورید، جهان را به نو کت خدای آورید. نباشم بدین کار همداستان، ز خسرو مزن پیش من داستان. خسرو از خون افراسیاب است، میخواهید چنین کسی را به تخت ایران بنشانید؟ که در این صورت بخت ایران برباد است. ما از نژاد پشنگ شاه نخواهیم. 7 سال رنج کشیدی تا خسرو را یافتی، اما کسی کو بود شهریار زمین، هنر باید و گوهر و فر و دین. فریبرز فرزند کاووس شاه، سزاوار تر کس به تخت و کلاه. به هر سو ز دشمن ندارد نژاد، همش فر و برز است و هم نام و داد. طوس شروع کرد به فتنه انگیزی که چه کسی بهتر از فریبرز کاووس. فریبرز پسر کاووس که هم از پدر و هم از مادر ایرانی است. دژم گشت گیو، دژم گیو برخاست از پیش اوگ، که خام آمدش دانش و کیش اوی. بیامد به گودرز کشواد گفت، که فر و خرد نیست با طوس جفت. دو چشمش تو گفتی نبیند همی، فریبرز را برگزیند همی. همگی خوب میدانیم، برای ایران هیچ کس جز خسرو شایسته تاج و تخت نیست. گودرز خشمگین سپاه انجمن کرد با 78 پسر و نبیره. زدند به طبل جنگ با 12,000 سوار جنگی، با درفش کاویان در پیش. از آن طرف طوس نوذر گودرزیان، این طرف نوزریان، آن طرف کیخسرو نشسته به تخت نگاه میکنه. 200 دلاور کمربسته دور تا دور اون. غمی شد دل طوس و اندیشه کرد، که امروز اگر من بسازم نبرد، بسی کشته آید ز هر سو سپاه. از ایدر نبرخیزد این کینه خواه، از ایدر نبرخیزد این کینه گاه. خودمان را میکشیم، حاصلش هم دشمن شادی است. در این صورت افراسیاب به کام میرسد و به ایران میتازد و تاج و تخت به او میرسد. میگذشتم صبحدم از دکه آهنگری، دیدم این شخصی سخن پرداز و نیکو منظری. هر زمان با آهنی میگفت با سوز و گداز، با تو دارم گفتگوی از ره دانشوری. کی فلز سخت و شوم سنگ دل، دارم یقین تو یکی از نقض نعمتهای حی داوری. طوس پیکی خردمند فرستاد پیش کیکاووس که اگر یک ایرانی دست به کمان برد، چه کینه‌ای که به پا خیزد و اینیان افراسیاب کامیاب است. پس کیکاووس برای گودرز پیام فرستاد که ای پهلوان پیر جهان دیده، زهر برنده در جام شیر مگذار. شمشیر زمین بگذار که جز زیان هیچ سودی برای ما ندارد. آتش بس شد، بشو طوس و گودرز نزدیک شاه. زبان برگشادند با پیشگاه،
طوس و گودرز مقابل شاه پیر. طوس گفت: ای پادشاه، اگر از شاهی سیر آمدی، تاج و تخت باید به فریبرز برسد. وقتی پسر هست، چرا نبیره به تاج و تخت برسد که آن هم خون تورانی در رگ دارد؟ گودرز به طوس گفت: آی بی خرد، تو را هیچ خردمندی از مردمان نشمرد. بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون او راد و آزاد و خاموش نبود. کنون این جهانجوی فرزند اوست، به فر و به پای و به چهر و به پوست. گر از تور دارد ز مادر نژاد، هم از تخم شاهی نپیچد ز داد. به توران و ایران چنو شیر کیست؟ چون این خام گفتارت از بهر چیست؟ تو چشم نداری که چهر و قد و بالا و مهر خسرو ببینی، حسودی. خسرو بی کشتی از رود جیهون گذشت، به فر کیان و اندیشه پاک، چونان که فریدون از اروند رود. بی کشتی هر دو گذشتند از مردانگی، و فر ایزدی بود که چشم بداندیشان از ایشان دور شد و دست بد به ایشان نرسید. تو نوذر نژادی نبیگانه ای، پدر تند بود و تو دیوانه ای. گودرز به کاووس گفت: ای پادشاه، تو هرچه به آیین است همان کن. پسر و نبیرت را صدا کن، بی تردید که هر دو شایسته تاجند و هر دو جوان. ببین تازه هر دو سزاوار کیست، که با برز و با فره ایزدیست. بدو تاج بسپار و دل شاد دار، که فرزند بینی همی شهریار. بدو گفت کاووس: کین رای نیست، که فرزند هر دو به دلبر یکیست. من هر کدام را انتخاب کنم، دیگری از من کینه به دل میگیرد. باید چاره کنم تا کینه پیش نیاید. هر دو فرزند پسر و نبیره، باید بروند به اردبیل. در مرز آنجا دژیست به نام دژ بهمن، همه سال جایگاه اهریمنان است. هر کدام از این دو که این دژ را بگیرد، تخت شاهی از آن اوست. توس و نوذر و گودرز با شنیدن این راه حل همداستان شدند و پذیرفتند. توس به شاه گفت که من با فریبرز می روم، درفش کاویانی را نیز من می کشم، سپاه آرایی هم با من. شاه گفت: اگر فریبرز راضی است، دیگر حرفی نیست. تا رای خداوند خورشید و ماه چه باشد. قرار شد در نوبت اول فریبرز با طوس برود، در نوبت بعد کیخسرو با گودرز، طبق آرایش جنگی. فریبرز کاووس در قلبگاه، به پیشندرون طوس و پیل و سپاه جلودار بودند. چون نزدیکی حصن بهمن رسید، برابر سپه را فرود آورید. دیدند زمین تفته از حرارت و داغی، آتش می زد از شدت گرما. مردان جنگی که زره آهنی به تن داشتند، تنشان گداخت. دژ سر به آسمان، تیر به آنجا نمی رسید. کنگره چنان بلند که اگر کمند می انداختند، بند نمی شد. وانگهی هرچه نگاه کردند، نه سواری نه جنگاوری
کسی نبود که جنگ کنند. یک هفته سرگردان حوالی قلعه چرخیدند و دست از پا دراستر برگشتند. ببینیم گفتار اندر رفتن کیخسرو به دژ بهمن در برنامه آینده. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.